دیدار سرپرست وزارت امور داخله با سفیر اتحادیه اروپا در کابل. وزارت امور داخله می گوید که سراج الدین حقانی و رافیلا یودیجا در این دیدار درباره صلح، ثبات و انکشاف کشور گفتگو کردند. بر بنیاد خبرنامه وزارت امور داخله، آقای حقانی در این دیدار گفته است که افغانها در سایه نظام حاکم اسلامی آینده خوب خواهند داشت. طرفین روی موضوعات مختلفی سیاسی و امنیتی منطقه و افغانستان بحث و تبادل نظر نمودن. خانم یودیچا به دوام صلح و آینده بهتر برای افغانها ابراز امیدواری کرد. جناب خلیفه صاحب ابراز همدردی بانو رافائلا را با افغانها قابل قدر دانست و فرمودن افغانها مردم سرفراز و سربلند و باعزتی هستند که در سایه امن و صلح دوامدار و در سایه نظام اسلامی آینده خوبی خواهند داشت. ما همیشه و همه جانبه تلاش میکنیم، عرق ریزی مینماییم، سختی میکشیم و در مسیر پیشرفت قرار خواهیم یافت. از سوی سفیر اتحادیه اروپا نیز به تداوم صلح در افغانستان و آینده بهتر برای افغانها ابراز امیدواری کرده است. رسمی سفیر التا اومنلیشی او بالاخره دیپلماتیک تعامل زیاد شی او در رسمیت پیژندن دپاره لار چاره هواری شی. همزمان با این کرندیکر سرپرست سفارت امریکا برای افغانستان میگوید که او روز گذشته با تام ویست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان و رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان و حقوق بشر این کشور دیدار کرده است. خانم دیکر در حساب اکس خود نگاشته است که هرگز از دفاع و حمایت از حقوق زنان و دختران در افغانستان دست نمی کشند. د دوی چارواکو د رسمیت پیژندنې په اړه باندې خپل شرایط واضح کړي دي چې هلته باید عامه شمول حکومت وي، د افکارو کثرت وي، نجونو د مکتب خلاصون یا ځینې نور بشري مسایل بهانه کوي چې دغو شیانو ته په کتلو سره موږ بیا د اسلامي عمارت سره په رسمي ډول باندې مخته تللی سو. این در حال است که بسیاری از کشورها و سازمانهای بین المللی از سیاستهای امارت اسلامی در برابر زنان و دختران انتقاد می کنند و محدودیتها در برابر زنان افغان را نقض حقوق بشر می دانند. اما امارت اسلامی می گوید که در پرتو شریعت اسلامی متحد به رعایت حقوق همه شهروندان به ویژه زنان در کشور است و هیچ کس دیگر حق ندارد در مسائل داخلی افغانستان مداخله کند.